بابر، ظهیرالدین محمد بابر کی بود؟ قصه این جهانگشا چگونه است؟ چگونه زندگی داشت؟ چگونه توانست سلطنت دهلی را با اردوی قوی از او شکست؟ ظهیرالدین محمد در 1483 عیسوی یا میلادی در فرغانه یا ازبکستان فعلی تولد شد. پدر او والی فرغانه. از جانب پدر نسبت بابر به جهانگشای معروف دیگری به نام تیمور بود، اما از جانب مادر بابر نسبش به چنگیز خان، بزرگترین جنگجو و جهانگشای مغولی که در آسیا نزد هر دوی شخصیت ها معروفترین و پیروزمندترین فرمانروان زمان خود بودند. در سال 1370 میلادی تیمور امپراتوری تیموری را ایجاد کرد. اگر به خاطر داشته باشیم، تیمور کسی بود که سلطنت دهلی تغلق شکست داد و بعد از این تغلق سلسله سید یا سادات به قدرت رسیدن در امپراتوری مغولی در زمان در اوج قدرت خود بزرگترین امپراتوری در جهان به حساب میاد. اگر بابر شخصی که از نسبش به این دو جهانگشای معروف هست، جهانگشایی و فتح فتوحات در خونش، اما در او زمان بسیاری از مغول‌ها در به تیمور نسبت دادم. بسیاری چیزهایی که ما راجع به می‌دانیم از یک کتاب به دست می‌آید و به دست آمده که به نام بابرنامه. این اتوبیوگرافی خود بابر است که به قلم خودش به زبان ترکی نگاشته. خب چی می‌دانیم در مورد بابر؟ زمانی که بابر متولد شد، کینگ سلطنت نشین فرغانه یا خاننشین فرغانه با خاننشینای همجوار خود در حالت تنازع قرار داشت. پدر بابر در اثر شکست یک خانه که در بود و در اونجا کفترها را نمی داشت وفات کرد. بابر تنها 12 ساله بود، در آن صرف 12 ساله بود که پدرش وفات کرد. اما در این سن 12 سالگی بابر اجباراً جانشین پدر شد و زمام اون فرغانه را به دست داد. بابر آرزوهای بزرگ داشت، اما بسیار جوان همچنان اطرافیانش از او زیاد حمایت نکردند. بابر بسیار کوشش سرزمین های اطراف خود را به دست بیاره یا اشغال کنه، اما هر بار شکست خورد. بعد از کوشش های زیاد و شکست های زیاد بابر از سرزمین اصلی خود خارج شد و بعد از عبور از هندوکش به کابل آمد و در کابل مرکز حکومت جدید خود ساخت. در اینجا یکی از نیکت از همکارا یا استان پدرش بابر در کابل اردو ایجاد کرد و آرامش اینجا جابجا شد و قدرت خود توسعه و سرزمین همسایه خود که قندهار بود هم اشغال کرد. زمانی که بابر به اندازه قوی شد، به اندازه کافی قوی شد و اومد کرد، توجه خود به طرف سلطنت دهلی معطوف کرد، در جایی که در آن زمان ابراهیم لودی در قدرت و این قصه اولین جنگ پانیپت است که در سال 1536 لودی با وقوع پیوست میان بابر ظهیر محمد بابر و ابراهیم شاه لودی. ابراهیم لودی کاملا از پیروزی خود امیدوار بود، با توجه به اندازه اردوی و تعداد بزرگ اردوی خود و تعداد فیلهایی که در اردوی او موجود بود. اما این زمانی بود که بابر تصمیم گرفت ابراهیم لودی را با یک اسلحه جدید غافل گیره، با اسلحه که لودی ها تا این زمان ندیده. یه اسلحه جدید توپ ها و گلوله های بارود. بابر در این جنگ از توپخانه استفاده کرد، از چی استفاده کرد؟ به شکلی که به نام استراتژی تولگما معروف است. این استراتژی قسمی بود که تمام اردو را در میدان جنگ به جناح چپ، جناح راست و جناح مرکز تقسیم. در جناح مرکزی
کراچی های قرار گرفت که با همدیگه توسط اسمان به صورت افقی وصل شد. در عقب کراچی ها توپ ها را قرار داده بودند، توپ هایی که عرابت بالای عرابه ها نصب بوده و قابل انتقال بودند. دو جناح سوار نظام بابر تمام دشمن در یک زمان حلقه زد می زدن یا زدن و از وسط توپخانه بابر بالای اون دو بزرگ ابراهیم دی شروع به آتش باری هم. با این استراتژی قوای مغولی بابر یا قوای بابر از یک طرف دفاع خود مستحکم ساختن و از جانب دیگر آنچنان هیاهوی را در جانب دشمن قوای ابراهیم لودی ایجاد کردند که هرج و مرج و سراسی بزرگی را ایجاد. توپا در عقب کراچی ها مخفی بودند و همچنان قابل انتقال از یک جای به جای دیگر به سادگی. جنگ بسیار وحشتناکی بود برای ابراهیم لودی. فیل های اردو ابراهیم لودی سراسیمه شدند از فیر توپا، فجار گلوله ها و هر طرف شروع به فرار کردند و عساکر زیاد خود لودی توسط فرار فیل ها کشته شدند. سربازان لودی هرگز چنین دشمنی را تا کنون مواجه نشدند. با پیروزی در جنگ پانیپت بابر سلطنت دلی را از دست لودی ها گرفت و خودش بالای ایلی و این سمران جدید یا حاک جدید و قدرت است. بعد از پیروزی در بر دهلی و ایجاد سلطنت مغولی هند، دهلی با دشمن جدید در جنوب مواجه. این قدرت راجپوت ها در جنوب بود. یکی از این راجپوت ها رانا سنا در میوار در دکیه گجرات فیلی حاکم با شنیدن حمله بابر بالای ابراهیم لودی، رلاسنا در اول خوشحال بود که یک دشمن خود توسط تازه نابود می کی گفت دشمن دشمن دوست یک شخص می. اما به زودی شد که در اینجا اشتباه بزرگی کرد. رلاسنا متوجهش که بابر کسی نیست که آمده یک حمله کنه، بگیره، اشغال کنه، جواهرات بگیره و پس به کابل، بلکه بابر کسی است که آمده و میخواد اینجا با امپراتوری ایجاد کنه. در اینجا بود که اشتباه خوش. اما رلاسنا میخواست که خودش قدرت اختیار بگیره. بابر به جنگ رناسنا در 1527 در این جنگ در کنوا واقع بدون توجه به اینکه چقدر عسکر دارن ها، اما چیزی که نداشت توپخانه بود. نه تنها بارود در اختیار بابر بود، بلکه علاوه بر نظامی هم بسیار هوشیاری بود. بعد از اینکه بابر خبر شد که باز هم رناسنا خیال مقابله با بابر داره، در سال 1528 بالای حکمران ملوا که از دان حامیای رناسنا بود حمله کرد. این جنگ را هم بابر برد یا پیروز شد. در این جنگ با این پیروزی بابر نه تنها پنجاب و دهلی و گاگره در اختیارش بود یا قلمرو از دیوان ایداد، بلکه ملوا را هم به قلمروهای خود ضمیمه کرد. نیم قاره هند در این زمان برای حکومت بابر آماده. بدین ترتیب امپراتوری مغل در هند آغاز می‌شد که برای 301 سال ادامه پیدا کرد.